سلام و درود بر همه هممیهنان عزیز و گرامی. ساعت 6:31 بعد از ظهر به وقت شرق امریکاست. این کنفرانس ویدیویی، این برنامه به صورت ویژه برنامه به صورت کاملا ویژه تقدیم حضورتون میشه. ابتدا سال نو را به خدمت همه بینندگان تلویزیون مردم، همه هممیهنان در سراسر دنیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم این سال سال آزادی برای همه هممیهنان باشه. کنفرانسی که داریم، کنفرانس ویدیویی که برای اولین بار به صورت زنده پخش میکنیم از تلویزیون آزادی که افتتاح کردم و در واقع در این سال جدید این مژده را به شما بدم که تلویزیون آزادی تیوی به مدیریت خودم و با کمک دوستان دیگه که بعدها معرفی خواهم کرد راه اندازی شده و همچنون از استودیوی تلویزیون آزادی این برنامه تقدیم حضورتون میشه. اما درود دوباره و مجدد به شما دارم، به مهمانان برنامه آقای سعید صالحنیا، آقای روزبه اسماعیلی از فعالین کمونیست کارگری، فوق لیسانس ریاضیات و اقتصاد، دبیر دبیرستان‌ها در مدارس آلمان هستند آقای اسماعیلی، و همچنین آقای نادر همایون فرد عضو دفتر سیاسی. بفهمید چیزی گفتید؟ همایون نادری فرد عضو دفتر سیاسی و معاونت اجرایی جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یک‌پارچگی ایران. این کنفرانس های همونطور که مستحضر هستید پنجمین برنامه هست که تقدیم حضورتون میشه در حول و محور اصل آزادی بیان و اینکه اصلا آزادی بیان چیه، آیا آزادی بیان باید بی‌قید و شرط باشه یا نه، آزادی بیان هم مثل سایر آزادی ها باید حد و حدودی داشته باشیم. ضمن خوش آمدگویی به شما دوستان عزیز، سروران گرامی، آقای همایون نادری فرد و آقای صالحنیا و آقای روزبه اسماعیلی، من بدون فوت وقت سوالات رو از ابتدا از آقای روزبه اسماعیلی، فعال کمونیست کارگری، میپرسم. آقای اسماعیلی، شما تا حدودی که من اطلاع دارم بحث های پنل های گذشته ما را در مورد اصل آزادی بیان پیگیر بودید و خودتون نیز گفتید که گویا خلایی در این بحث ها احساس کردید و به خاطر همین وجود خلا یک وظیفه‌ای در خود احساس کردی که در این پنل ها شرکت کنید. ابتدا من از شما واقعا تشکر میکنم که دعوت منم پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. دیدگاه شما رو به عنوان یک فعال سیاسی، فعال کمونیست کارگری در مورد اصل آزادی بیان میشنویم. و اینکه آقای اسماعیلی، شما اصل آزادی بیان رو بدون قید و شرط میدونید؟ اگه بدون قید و شرط میدونید استدلال شما دقیقاً چیه؟ و اگر محدوده و معتقد هستید که آزادی بیان باید حد و حدودی داشته باشه، باز استدلال شما رو در این زمینه میشنویم. قبل از هر چیز حضور شما آقای عزیزان، حضور آقای صالحنیا و آقای همایون نادری‌فرد اگر اشتباه نکنم، و حضور بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و سالی سرشار از شادی، سلامتی، موفقیت و سعادت رو برای تک تک شما و خانواده و نزدیکان عزیزتون محترمتون آرزو می‌کنم. در رابطه با مسئله که شما فرمودید، خلایی که هست، شاید خلا واژه درستی نباشه، ولی اون چیزی که من احساس کردم برخورد نظرات مختلف از وجوه مختلف بود. به یک معنا وقتی سخنگوی نظری ابراز میکنه
در اون لحظه جنبه نظریه اون مقوله رو در نظر میگیره و یک فرضی رو که میتونه فرض درستی باشه ارائه میده، ولی الزاماً اون نتیجه گیری که میشه درست نیست. و نکته دیگه‌ای که من بهش توجه کردم این بود که وقتی در حوزه نظری به یک معنا به عنوان مثال اشاره میشه به مفهوم فلسفی آزادیه، اون جوابی که داده میشه توی حوزه سیاسی یا قانونگذاری داده میشه. این باعث میشه که یک کلاف سردرگمی پیش به وجود بیاد و شاید بعضی نکات یا وجوه مشترکی وجود داشته باشه، ولی از اونجایی که از زوایای مختلف اون قضیه اون مقوله دیده میشه، اون ایجاد سوء تفاهم میکنه. در رابطه با مقوله آزادی، اینکه آیا باید محدود باشه، آیا چطور ما میتونیم این آزادی رو به یه شکلی بیان بکنیم که مفهوم آزادی تفهیم بشه و موقع اجرا و موقع برقرار کردن آزادی به مشکلی برنخوریم، نکته که اشاره شد و سعی شد درش که اینو برجسته بکنه یه لفظ مطلق و بی‌قید و شرط بود. به نظر من این مسئله چند ایراد داره. یکی اینکه خود آزادی، مفهوم آزادی در خودش داره، و مسئله دیگه اینه که نه اینکه ما وقتی میگیم آزادی بی قید و شرط، مدل در رابطه با آزادی بیان و کلن آزادی با پسوندهایی مثل یا صفاتی مثل بی قید و شرط بودن یا مطلق بودن، شاید میخوایم اون نیت و اون قصد خودمون رو جور نشون بدیم که ورای مسئله آزادی یا یک سهل گذاشته باشیم. ببینید، وقتی شما میگین آزادی مطلق، به نظر من این مسئله اصلا ضد و نقیضه، چون از دید فلسفی، از دید نظری ذهنی بخواید در نظر بگیریم، شما به محض اینکه به عنوان یک موجود واقعی مادی موجودیت پیدا میکنیم، پا به عرصه هستی میذاریم، دیگه آزاد نیستیم. به یک معنا محدود اون دنیای مادی میشیم. و وقتی شما لفظ مطلق رو به کار میبریم، به یک معنا اون موجودیت خودتون اصلا نقض میکنیم. این از دید نظریشه. از دید حقوقی بخواییم در نظر بگیریم، شما اصل آزادی رو عنوان یک حقی در نظر میگیریم و این حق در یک سیستمی جا میگیره که به عنوان به اسم قانون اساسی و با عناصر دیگه‌ای که به شکل اصل اصول و قوانین دیگه و حقوق دیگه در اون قانون گنجیده میشن، میبایستی مثل چرخ دندونهای ساعت با هم دیگه در استکاک باشن، تأثیرات متقابل بذارن. و تصور این که یک قانونی به شکل مجزا و قائم به ذات در یک سیستم قانونگذاری گنجونده بشه اصلا قابل تصور نیست. به یک معنا شما وقتی لفظ مطلق به کار میبریم، این امکان رو به قوانین دیگه نمیدیم که بتونه اصلا با این کوچکترین نقطه مشترکی داشته باشه، در صورتی که میبینیم عملا این جمع نظریش بود. در صورتی که ما میبینیم عملا وقتی شما به عنوان مثال، من نمیدونم الان چند دقیقه آقای روزبه اسماعیلی، وقت 6 دقیقه شما به اتمام رسید. خیلی ممنون. چندش میدونم لطف بکنید که من
جمعنی مو داشته باشم بتونم توی 6 دقیقه صحبت کنم. و 6 دقیقه وقت شما تموم شد، اگه اجازه بدید در دور بعدی میتونید. من اگر یک جمله، فقط یک جمله به عنوان جمع‌بندی بگم، شما به عنوان مثال وقتی میرین جلوی دادگاه سوگند یاد میکنید که حقیقت رو بگید. اگر قرار باشه آزادی مطلق باشه، شما میتونید برید اونجا هر چی که دلتون بخواد تعریف بکنید، شب به نوعی شهادت دروغ. خیلی ممنونم آقای مغایر با قانون. آقای اسماعیل خیلی ممنون، تشکر میکنم. وقت به اندازه کافی خواهید داشت، در 6 دقیقه بعدیتون میتونید این فرمایشاتتون رو تشمیل کنید. درود بر شما آقای صالحنیا گرامی. شما در این چند پنلی که شرکت کردید به آزادی مطلق، آزادی بی قید و شرط گفتید معتقد هستید و یکی از دلایلی که تقریبا پای ثابت این گفتگوها بودید، تا حالا کسی یا ارگانی یا حزبی یا گروهی نیومده که این آزادی مطلقی که شما بهش معتقد هستید، آزادی مطلق بیان، به این مسئله در واقع معتقد باشه بگونه چه شما معتقد هستید. آقای سالینیا، آقای روزبه اسماعیلی هم چنان که دیدید تقریبا که کاملا موافق شما هستن و معتقد هستن که لفظ مطلق با فلسفه وجودی انسان در ضد و نقیضه و در واقع آزادی مطلق یک ترکیب ضد و نقیضه. این خلاصه ای از اظهارات ایشون بود. البته مثالی هم آوردن در مورد این که ما نمیتونیم شهادت دروغ بدیم، دروغ بگیم در دادگاه به صرف این که ما آزاد هستیم. این هم مثالی بود که ایشون آوردن. توضیحات شما را آقای صالحنیا در مورد اظهارات آقای اسماعیلی میشنویم که آیا واقعا آزادی مطلق یک ترکیب ضد و نقیضیه و اساسا آنچنان که آقای اسماعیلی میفرمایند با فلسفه وجودی انسان در ضد و نقیضه؟ بفهم. من تشکر میکنم، با سلام خدمت عزیزان شرکت کننده توی این پنل و همینطور از بینندگان عزیز. من نکته اول بگم که منم خودم فعال حزب کمونیست کارگری هستم. احتمالاً عزیزانی که با من برنامه های من آشنا هستن توی این چند سال اخیر میدونم. منتها نکته اولی که بگم اینه که بالاخره حزب کمونیست کارگری ایران مستقیماً و رسماً در برنامه سیاسی خودش ذکر کرده که هوادار آزادی مطلق یا آزادی بی قید و شرط بیان است. ما اول اینو تو جلسات اول اینو روشن کردیم که سوال این نیستش که آزادی مطلق هست یا نه. معلومه که آزادی نمیتونه مطلق باشه. آزادی به مفهوم عمومی خودش در تقابل با جبر قرار داره و انسان از اون جهت که جهان رو کاملا نمیشناسه، به روند شناخت جهان و تسلط به جهان روند تدریجی هستش، هرگز انسان نمیتونه مدعی بشه که کاملا آزاد. روندیه که داره طی میکنه. ما اونجا بحث در مورد آزادی نمی کنیم، بحث در مورد آزادی بیان میکنیم. و آزادی بیان هم حداقل از دیدگاه کمونیسم کارگری، ما جنبشی هستیم که طرفدار آزادی بی قید و شرط بیان هست. حالا اینکه حالا هر کسی میتونه تو این حزب یا توی این جنبش باشه، به نظرهای دیگه ای هم داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. برصورت من میخواستم اینو روشن کنم که این نکته است. و دوستمونم که روزبه اومد اینجا و از اینکه آزادی نمیتونه مطلق باشه میخواست نتیجه بگیره که آزادی بیان نمیتونه مطلق باشه. در واقع ایشون هم طرفدار محدود بودن آزادی بیان هست تا اونجا که من فهمیده. اگر که ایشون میخواد تصحیح کنه بعدن تو جای خودش تصدیق کنه. و نکته دیگه هم که مورد مثال زدن ایشون، من روی این تکیه بکنم که چرا انقدر ما تکیه میکنیم به آزادی بی قید و شرط بیان. یه امر اسکولاستیک، یه امر فلسفی، یه امر آکادمیک نیست، نیاز جامعه است. جامعه که میخواد به حقوق خودش دست پیدا کنه باید بتونه آزادانه حرفشو بزن. خیلی ساده. و این که آزادانه جامعه میخواد باید حرفش رو بزنه تا به حقوق خودش دست پیدا بکنه،
نیاز داره که همه حرفشو بتونه بزن. آیا این همه حرف زدن همه جا مثلا به راحتی پیش میره؟ آیا کانفلیکت ایجاد نمیشه؟ آیا مشکلات ایجاد نمیشه؟ تو جلسات قبل به تک تک اینا جواب دادیم ما و توضیح هم دادیم که بله تو مسیر آزادی بیان خیلی مشکلات پیدا میشه. طبیعیه جامعه که میخواد به خودش حاکم بشه کلی مشکل و دردسر داره، ولی این دردسرها رو میپذیریم به خاطر اینکه به پیشرفت جامعه، به کنترل جامعه، به خودش و به سرنوشتش کمک میکنه. در نتیجه هر چی که تا فردا صبح عزیزانی که مخالف آزادی به قید و شرط بیان هستن ایراد پیدا کنن، بحث فلسفی بیارن جلو، نمیدونم موارد استثناء ذکر بکنن، هر چی که بگن ما اینجا هستیم در خدمتشون، یا دونه دونه جوابش میدیم یا اینکه میپذیریم. اینم یه مشکل دیگه، معلومه به آدم که بزرگ میشه، بچه که میخواد بزرگ شه بالغ بشه، صد هزار تا مشکل داره تا بزرگ میشه. کسی که نمیاد اونجا وایسه بگه آقا این مشکلات تو بزرگ نشو، همینجوری بمون. در اینجا مشکلات رشد انسانیته و باید پذیرفت و باید رفت به استقبال این مشکلات. خیلی ممنونم، دارم وقت دارم، نه اگه دارم اضافه وقت دارم بدیم به رفیقم روزبه اسماعیلی و بقیه دوستانم که بتونن حرفشون کامل. خیلی ممنون، تشکر میکنم از توضیحات مفید و مختصرتون آقای سالینیا. آقای همایون نادری فرد، خیلی خوش اومدید به برنامه. عضو دفتر سیاسی و معاونت هیئت اجرایی جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یک‌پارچگی ایران. آقای نادری فرد، اگه شما اظهارات این دو عزیز فعال کمونیست کارگری رو شنیدید، آقای اسماعیلی و آقای سالینیو، اگه اظهاراتی داشتید در تایید یا رد اظهاراتشون که میشنویم، در غیر این صورت سوالی که من دارم از شما اینه که آیا شما در حزب در ببخشید جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یک پارچگی ایران آزادی بیان رو چگونه میبینید؟ آیا شما به آزادی بیان به صورت بی‌قید و شرط معتقد هستید یا نه مثل آقای روزبه اسماعیلی معتقدید که خب آزادی بیان هم یک سری استثناءات یا یک سری محدودیت هایی باید داشته باشه؟ میشنویم دیدگاه شما رو. سپاسگزارم. اولا درود می‌فرستم خدمت دوستان عزیز، مهمانان حاضر در این گفتگو، همچنین به بینندگان عزیز، به خصوص بینندگان داخل کشور، و سپاسگزارم از خدمتتون. اجازه بدین اول صحبتام یک حالا انتقاد که نمیشه کرد، ولی خب یک صحبتی رو بکنم. برای این بود که بالاخره کم و بیش میدونیم اگه گروه ها و سازمان های سیاسی در مسائلی که الان صحبتش هست، یعنی مسائلی که بیشتر به اجتماع و مسائل اجتماعی برمیگرده، اگه در بخوان صحبت بکنن، مطمئنن همون دیدگاه هایی که در چارچوب سیاست و اصولی که قبول کردن رو مطرح خواهند کرد. و خب این میشه گفت دیدگاه یک گروه خاصی هستش یا یک دیدگاه و نظر و فکر خاصی که در این مورد تعریف میشه. من خیلی دوست داشتم که حالا من که نباید اینجا میبودم، بهتر منتها شما لطف کردیم من دعوت کردیم، بیشتر اساتید جامعه شناس در این مورد بیان صحبت بکنن. ولی کن چون میدونیم که لزوم یک جامعه سالم، وجود یک حکومت سالم و سیاست گذاری و مدیریت سالم هستش، و در اون جامعه بهتر وجود آزادی هایی که تعریف شده هستش و یک جامعه دموکراتیک رو نشون میده و تابلوی اون هستش، بهتر آزادی بیان هم یکی از آیتم هایی هستش که میشه روش بحث کرد و نظرات مختلفی درش باشه. همونطور که دوستان اطلاع دارن و بهتر از هم میدونن، آزادی بیان به قدری مهم هستش که خودتون میدونید در منشور حقوق بشر ماده 19 به صراحت اومده و بیان شده که آزادی بیان هر کسی حق داره بدون ترس و واهمه، من دقیقا جمله خودشون میگم خدمتون، هر کسی حق داره بدون ترس و واهمه باورهای خودش رو به هر روشی که میپسنده بیان بکنه. این بند 19 قانون جهانی حقوق بشر هستش.
بهتر پذیرش مفهوم آزادی بیان در جوامع امروزی گسترده هستش و این هستش که بستگی به نوع سیستم حکومت و نوع سیستم جوامع هستش، از جوامع سنتی تا جوامع مدرن. یعنی نمیشه یک نظری رو داد در مورد آزادی بیان و این مطلق باشه برای این قضیه. یک صحبتی هم، یک گریزی هم من بزنم به آزادی بیان مطلق. من نظر شخصی این هستش وقتی صحبت از آزادی هست دیگه آزاد نسبی و مطلق دیگه نداریم. آزادی یک چیز وسیع هستش که دیگه مشخصه. آزادی یعنی هر چیزی که میتونه، همونطور که بند 19 قانون مجموع حقوق بشر اینو گفته، دیگه مطلق و غیر مطلق اصولا نباید بحثش بشه اینجا. نظر من این هستش بسته به جوامع و بسته به صحبت‌هایی که میشه، بسته به سیستمی که اداره میکنه جامعه رو، میشه گفت که قوانین اونجا میتونه در مورد آزادی و در مورد آزادی بیان صحبت بکنه. من نمیخوام این رو بگم که مثلا آزادی رو محدود بکنه یا کلن آزاد آزادی. این مسائل باز برمیگرده به فرهنگ، به سیستم مدیریت، به خواستگاه مردمی. اگر حکومت دموکراتیک باشه مردم تصمیم خواهند گرفت این آزادی در چه حد و حدودی باشه، که باز هم استفاده از کلمه حد و حدود در مورد آزادی به نظر من مناسب نیستش. به عنوان مثال خودتون میدونید متنم اول قانون اساسی همون کشور امریکا خودش در مورد حقوق بشر و آزادی بیان یک مسائل رو مطرح کرده که آزادی بیان در چه حدی هستش، خودش محدودیت گذاشته براش. مثلا من مثال بیارم خدمتتون که مثلا اینطوری گفته که سخنانی که به منافع اشخاص ضرر بزنه مانند تهمت و افترا، این مشمول آزادی بیان نیست. یا سخنانی که به جامعه به صورت کلی صدمه بزنه، مثلا وقیح باشه سخنان، یا صحبت‌هایی که نظم عمومی رو به هم بزنه مانند ایجاد وحشت و اینجور مسائل، اینا براشون قوانین گذاشتن که باهاش برخورد میشه. پس میشه گفت که یک بحثی هستش که بسته به جوامع مختلف باید در موردش بحث کرد. و من خیلی دوست داشتم که ما که ایرانی هستیم در مورد ایران و جامعه ایران در این مورد صحبت بکنیم. بهتر یکی از مجادله آمیزترین بحث‌ها در جوامع لیبرال در مورد حد و مرز آزادی بیان هستش، که خب دوستان و اساتید که اینجا هستن کاملا آگاه هستن که بیان صرف گفتار و بیان یک کلمات و جملات نیست، بلکه آگهی تبلیغاتی هم مشمول بیان هستش، بعضی اعمال مشمول بیان هستش و اینها رو میشه روش بحث کرد. ولیکن در جامعه ایران که من خیلی دوست دارم باز تکرار میکنم و تأکید دارم که بهتر هستش در مورد جامعه ایران و آزادی بیان در جامعه ایران صحبت کرد، بهتر اگر حکومتی دموکراتیک در کشوری مانند ایران باشه باید این رو در نظر بگیره که آزادی بیان باید یک خواستگاه در مردمی داشته باشه و اینکه خب کسی با آزادی بیان خودش موجبات آزار اذیت چه از نظر مذهبی چه از نظر اجتماعی برای گروه ها و عرب ها. خیلی ممنونم آقای نادری فرد جرامی. همیهنان عزیز و جرامی، امروز جمعه 23 مارس ساعت 6:54 دقیقه بعد از ظهر به وقت شرق امریکاست. همیهنانی که بینندگانی که خواهان مشارکت در این برنامه به صورت تلفنی هستند، تلفن ها همچنون بازه، می توانید سوالات خودتون رو، دغدغه های خودتون رو در مورد اصل آزادی بیان از حضور مهمانان بپرسید. شماره تلفن ها در زیر صفحه نوشته شده. این از مشارکت شما. اما برگردیم به شما آقای اسماعیلی. شما اظهارات آقای سالینیا رو خب شنیدید، قبلا هم دیده بودید در پنل های دیگه، اما در مورد اظهارات آقای همایون نادری فرد گفتن که خب آزادی مطلق و غیر مطلق نمیتونه باشه. بعد مره و لب مطلبشون، تاکیده مطلبشون این بود که مردم تصمیم میگیرن که میزان آزادی بیان چگونه باشه و در راستای تقویت نظر خودشون نیز به محدودیت های اشاره کردن که در جامعه امریکا وجود داره. اگه در مورد اظهارات این دو بزرگوار صحبت هایی داشتی که میشنویم. در غیر این صورت سوال من مشخصا از شما اینه که این
محدودیت‌هایی که به نوعی شما و مهمان دیگه برنامه آقای نادری فرد معتقد هستن، خب در جمهوری اسلامی نیز ما می‌بینیم اصل 24 روم قانون اساسی که در رابطه با آزادی بیانه میگه که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن، مگر آنچه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشن که تفصیل اون رو قانون معین میکنن. خب از این نظریات آقای نادری فرد رو بپذیریم که بله در یه جامعه دموکراتیک قانون میاد تعیین میکنه یا نه یه حد و حدودی باید داشته باشه، یا همچنین اظهارات شما رو اگه بپذیریم، خب این همونی میشه که الان در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده، و یا با وجود این که در حتی اصل 23 قانون اساسی گفته که تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، ما باز میبینیم که در اصل 24 یه حتی حدودی تعیین کرده که یه دو اصل متناقض هستن، حالا در جای خود قابل بررسیه. میشویم دیدگاه شما را در رابطه با اصل 23 و 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با اصل آزادی. خب قبل از هر چیز من به دوستمون آقای همایون نادرفرد عرض بکنم که حداقل من این نظرم اینه که این برنامه جنبه آموزشی نداره، جنبه حتی بعضا میتونم ادعا بکنم که آگاهی رسانیش هم تا یه حدی محدوده، چون شاید یه کسی وکیل دادگستری باشه از بینندگان این برنامه و آگاهی کامل داشته باشه، شاید استاد دانشگاه باشه، شاید کسی باشه که علاقه به مسئله حقوقی داره و دقیقا میدونه آزادی بیان چی اصلا تو این وضعیت لزومی نداره یه همچین برنامه نگاه بکنه، ولی من میگم لزوم داره. چرا؟ چون آقای عزیزان سعی میکنن که جامعه رو آشنا بکنن با طیف سیاسی، اینکه این طریق سیاسی چه تلقی از این مفاهیم داره و چه تعاریفی میکنه، و اگر یک زمانی به قدرت برسه یا اینکه به هر صورت دست به قدرت بخواد ببره و یا در پروسه تصمیم گیری تصمیمات جامعه بخواد دخیل باشه، خب دونستن این مسئله خیلی مهمه، چون متاسفانه به خاطر خفقانی که در جامعه ما وجود داره این دسترسی به اپوزیسیون وجود نداره، و همین خاطر فقط یه اسمیه و پشتش چه مفهومی خوابیده اون یه علامت سوالی، و همین خاطر من فکر میکنم با وجود اینکه احترام میذارم به صحبت شما و همینجور هم باید باشه، برنامه هایی باید باشه که در این زمینه اطلاعات کاملی ارائه بدن، و مسلماً جای حداقل من تو اونجا نخواهد بود، چون به عنوان یک کسی که رشتش چیز دیگه است، یا به عنوان معلم اگر من متخصص باشم تو این رشته، نه در رشته حقوق، نه در رشته فلسفه، نه در رشته حتی علوم سیاسی، یک مبارز سیاسی نباید من اساساً تسلطی به علوم سیاسی داشته باشم. حالا یه بحث دیگه است، دوستمون آقای سالینی به این نکته اشاره کردم، من ادعا نمی کنم که از یک حافظه 100% برخوردارم، ولی اون چیزی که ایشون نشونش چاره کردن اونجا که من میدونم آزادی بیرون شرط سیاسی، آزادی بیرون شرط سیاسی، یعنی ما فکر میکنم تو همون برنامه اول با یک توضیح خیلی کوتاه در رابطه با آزادی بیان ما میتونستیم مسئله رو زیرش خط بکشیم و بیام در رابطه با معضلاتی که باعث میشه یک جامعه مثل جامعه ایران نیاز داشته باشه به یه همچین برنامه بیاد اصلا تعریف بکنه، کسی رو احتیاج داشته باشه بیاد تعریف بکنه آزادی بیانو، به اونا برسیم. من این مثال خیلی ساده قبلم به شما بردم، یک جامعه که بیکاری وجود نداشته باشه لزومی نداره که من بیام تعریف بیکاری بیارم، حتما یه چیزی باعث شده که این نیاز جامعه باشه که یه شخصی مثل من بیاد اونجا و صحبت در رابطه با این مسئله شده باشه. ببینید مسئله خیلی ساده است، آزادی بیان توی یک جمله خیلی راحت میتونه بیان بشه، و اونم اینه که
انسان آزاد عقایدش رو، نظراتش رو به شکل گفتاری، نوشتاری، تصویری و یا امکانات رسانه‌ای عمومی بیان کنه. نقطه سرخط. این تعریفی که ما میتونیم توی یک جمله در رابطه با آزادی بیان بدیم. ولی وقتی ما میایم عرض کردم اول صحبتم که از دید حقوقی میایم مثلا نگاه میکنیم، ولی جواب سیاسی میگیریم، مسئله سیاسی مطرح میکنیم، جواب نظری و فلسفی میگیریم. اینجاست که مشکل پیش میاد. من اگر میام در لوای صحبتم لفظ جامعه رو به کار میبرم، دیگه اون موقع مسئله سیاسیه. حالا چه میخواد یک نفر در مقابل جامعه باشه، چه میخواد چند نفر باشه، چه میخواد یک نهاد مشخصی باشه. ببینید ما سیاست رو به این معنی نباید تلقی بکنیم که حتما پشتش یک حزب خاصی باشه. سیاست به این معنی است که شما به عنوان یک انسان، به عنوان یکی از اعضای جامعه حرفی نظری داری که به بقیه مربوط میشه یا حداقل به بخشی از جامعه مربوط میشه. اون موقع است که شما دیگه از حوزه آزادی بیان خارج میشی، از حوزه آنونیمیتت، گمنامی خارج میشی و رو به جامعه داری صحبت میکنی. اونجا دیگه کانال سیاسی وارد قضیه میشه و اونجاست که من تاکید دارم بی قید شرط سیاسی و حتی حاضر نیستم، حاضرم حتی صد دفعه مشق شب بنویسم بگم مطلق سیاسی. ببینید من یه مثال خیلی ساده میارم. شما میاد میگی که آقا جون من یک جامعه دارم که اسلام زده است، وقتی قدرت از هم رسید نمیخوام بذارم که یک کسی بیاد فتوا بده آقا بزنی بکشی. این آزادی بیان ازش میگیرم، ولی این آزادی بهش میدم که در عرصه سیاسی بیاد بگی آقا جون من میخوام که دست قطع بشه وقتی کسی دزدی میکنه. اینو من آزادیشو براش قائل میشم که بیاد مسئلهش رو به جامعه چکار بکنه، بیان بکنه. این در حوزه سیاسیه. خیلی ممنونم آقای اسماعیلی. این دو تا مسئله ای که من میخوام بهش اشاره بکنم. خیلی ممنونم آقای اسماعیلی. در رابطه سوالی که شما فرمودید من حداقل بدونید توی دو جمله من جواب بدم. این مشکلی که ما در ایران داریم اینه که قانون در قانون داریم. آقای اسماعیلی وقتتون تموم شد. وقتتون تموم شد. در فرصت بعدی ولی شما خب همیشه وقت نیستین که خب مطالب بسیاره، خب نمیتونید جمع‌بندی کنید در 6 دقیقه، وقت هم کمه. آقای صالحی‌نیا شما اظهارات تأمل برانگیز آقای اسماعیلی، رتبه اسماعیلی رو شنیدید و لب مطلبشون اینه که خب از دو زاویه میشه به آزادی بیان نگاه کرد، یه زاویه حقوقی و یه زاویه سیاسی و نهایتا ایشون اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم اظهاراتشون و استنباط من اینه که ایشون گفتن آزادی سیاسی میتونه بی قید و شرط باشه و اگه به آزادی سیاسی از دید حقوقی نگاه کنیم خب قاعدتا یه بحث مجزاییه و تاکید ایشون نیز بر روی آزادی های سیاسیه که باید بی قید و شرط باشه. اظهارات شما را در این مورد که آیا تقسیم بندی آزادی یا نگاه به آزادی از یک زاویه حقوقی باید باشه و نگاه دیگه از یک زاویه سیاسی تا چه حد میتونه از دید شما درست باشه آقای صالحی‌نیا؟ خیلی ممنون. من سعی میکنم که با همین وقتی که دارم هم بحث روزبه رو جواب بدم هم بحث همایون عزیز رو. رفیقمون روزبه اسماعیلی تو دور اول صحبتش مخالفت کرد به آزادی بیان بی‌قید و شرط و توی بخش دوم صحبتش قبول کرد که نه، آزادی بی‌قید و شرط درسته، فقط در سیاست درسته. حالا من یه سوال میکنم، این سیاست مرزش مثلا با فرهنگ با نمیدونم چیزای دیگه چیه؟ خب یکی از اون دعواهای بزرگی که تو ایران بوده دیگه، یارو میاد میگه آقا ما سرچه، یارو میگه آقا سیاسه حرف نزن. اون من ایستگاهم نه حقوقیه نه سیاسیه، ایستگاه من نیاز جامعه است. من از اونجا شروع میکنم، میگم آقا جامعه یه نیازهایی داره، یه حقوقی داره، این حقوقه
چجوری باید مطرح بشه، چجوری جامعه فضا پیدا کنه به جنگ براش. این تقسیم بندی فلسفی و حقوقی اینا به نظر من هیچ چیزی رو حل نمیکنه، فقط یه پیچیدگی تو اذهان ایجاد میکنه، تو واقعیت نیست. من نگاهم به اون جامعه هست که دردی داره و اون درده باید درمان پیدا کنه، خیلی ساده. در اینجا من این بحث که آزادی بیان و دوست ما قبول کرده فقط میگه سیاسیش خوبه، من فهم میکنم یه بحث ابسترکت سیاسیش خوبه. حالا یه کارگر اومده میگه آقا نون شب من کمه، بهم نون منم زیاد کنیم. کارگر میگه اصلا من میخوام حکومت کنم، نوبتی هم باشه نوبت منه. این یه جا سیاسیه، یه جوش هم مثلا نقاشیه، یه کسی میخواد نقاشی کنه نمیدونم گل بکشه، یا میخواد خودش لخ اصلا برهنه بشه بره تو خیابون مثلا بگه آقا من میخوام کمپین را بندازم، حق داره حرفش رو بزنه یا نه دیگه. همه اینا هست دیگه، همش که سیاسی نی، انسان ها باید بتونن حرفشون رو بزنن، خیلی ساده. نکته ای که رفیقمون گفت آقای نادری فرد تکیه کردش که بحث در واقع احزابه و مواضع احزابه و دوست داشتم که ایشون مباحث تخصصی مطرح بشه، مثلا ایشون جامعه شناسن. من میخوام بگم تمام این بحثایی که ما میکنیم روی شونه جنبش‌های مختلف تعابیر مختلف داره. تو جلسه اولا من اینو توضیح دادم، من که میگم آزادی بیان باید نامحدود باشه، آدم ها بتونن همه جور حرف دلشون خواست بزنن، رو دوش یه جنبش سیاسی دارم حرف ها میزنن، روی جنبش اجتماعی فرهنگی دارم حرف میزنم، روی جنبش مطالباتی حرف میزنم. بحث تئوریک نیست فقط، اینا بحثاییه که جنبشایی که میخوان منافع محدود جامعه رو بکنن تو جیب خودشون، اونا همش میان از همین نقطه محدود شدن جامعه به مسئله آزادی نگاه میکنن. همینطوری که دوستمون دوتا مثال زد، اعلامیه جهانی حقوق بشر ما اینه حتما باید نقدش کنیم، این اعلامیه عقب افتاده است، 50 سال پیش توسط یه سری حکومت‌ها تو دنیا مطرح شده و جامعه ما سزاوار بسیار بالاتر از اونه. ماده 19 رو خوندن، اون قسمت تش رو نخوندن. ما تو جلسه قبلی اینو بازش کردیم، تش دو تا اما اگر گذاشته، این اما اگر جمهوری اسلامی، همه آزاده حرفشون رو بزنن مگه اینکه به مقدسات و به یکی بی احترامی نکنن، منافع یکی رو نگیرن. آقا بالاخره جمهوری اسلامی هم همین جوری با این اما اگر حکومت میکنه دیگه، همه دعوا سر اما اگراست. تو حکومت آمریکا رو مثال زدیم، حکومت آمریکا هم حکومت اقلیت 1% جامعه است. جامعه آمریکا هم که دیدین بلند شد که پارسال، بازم بلند میشه، الان هم تو خیابان‌های آمریکا دوباره شلوغه. جامعه آمریکا هم حوصله سر رفته 1% به نمایندگی از 99% حکومت میکنن. سوال کردیم که این بحث آزادی رو و بقیه بحث رو باید جامعه به جامعه کرد، چی گفته همچه حرفی رو؟ من میگم جامعه انسانی، جامعه جهانیه، نیازهای انسان ها نیاز جهانیه. کی گفته بعد دنیا رو به مرز تقسیم کرد؟ به جامعه ما حتما یه قسمتش میرسه، ما هنو آدم نشدیم. میخوان همین بحثا رو مطرح کنیم دیگه. اونایی که دنبال محدود کردن آزادی بیان هستن، اونا همونا هستن که جامعه اینا رو سزاوار بیان نمیدونن و اینو ثابت کردن. جنبش‌های راست جامعه، نماینده‌های فکری راست جامعه وقتی از آزادی حرف می‌زنن زود میرسن سر محدود کردنش. ما بشینیم سر شرایط محدود شدن حرف بزنیم، دوستمون به صراحت اینو گفت، منم این طرف جامعه قرار دارم که می‌خوام این جامعه جهانی باشه، می‌خوام انسانی که تو ایران زندگی می‌کنه هویت جهانی داشته باشه و می‌خوام بالاترین حقوق، حتی حقوقی که تو مردم آمریکا وجود نداره، تو اروپا وجود نداره، مردم ایران داشته باشن و بتونن تابلو جدیدی، نمونه جدیدی برای همه دنیا بسازن. این افق سیاسیه که در مقابل اون افق سیاسی مرتب نشسته میگه محدودش کنیم، ما میگیم محدودش نکنیم چون دلمون و پایگاهمون و نیازهای جامعهمون چیز دیگه، یه دنیا رو یه جور دیگه میبینیم، این دنیا رو وارونه میبینیم، این دنیا انسانی نیست، باید عوض بشه. خیلی ممنون، تفاوتای ما. خیلی ممنون، تشکر میکنم آقای سالینیو. آقای نادری فرد، برگردیم به شما. شما گفتید که یعنی در اظهاراتتون گفتید که خب در
آزادی بیان محدودیت‌های حتی در جامعه مثل امریکا وجود داره. خب به مسائلی اشاره کردید، چند جمله به منافع اشخاص و اینا ضرر نزنه، تهمتی زده نشه. خب آقای نادری، فرتانجو که من میدونم شما خودتون از دست این ستمگری‌های جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای همسایه که من اجازه ندارم اسمشو ببرم، به عنوان یک پناهنده الان پناهجو هستید، خودتون در به در شدید از دست این ستمگری‌های جمهوری اسلامی. خب چه ایرادی به جمهوری اسلامی وارده؟ خب جمهوری اسلامی هم در آزادی بیان طبق فقه و مبانی قرآن و مبانی اسلامی خب یه سری محدودیت هایی داره و همچنان چه خودتونم به مسائلی در امریکا اشاره کردید چه یه سری محدودیت. خب ما چه ایرادی میتونیم، چه ایرادی به حاکمیت جمهوری اسلامی وارده؟ خب جمهوری اسلامی هم میگه هر کشوری محدودیت هایی داره در مورد آزادی بیان. خب منم محدودیت های خودم رو دارم و خودتونم در بخشی از صحبتاتون گفتن که خب این مردم تصمیم میگیرن که حدود آزادی بیان چگونه باشه و جمهوری اسلامی هم میگه 98% مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن و همین مردم تصمیم گرفتن که این آزادی بیان به این صورتی که باشه که همین الان در جمهوری اسلامی اجرا میشه و هر گونه صدای اعتراضی رو در نطفه خفه میکنن. توضیحات شما رو میشنویم در این مورد. ضمن تشکر از دوستان عزیز و صحبتهایی که فرمودن، از کنم خدمتون که ببینید بحثی که من به میان آوردم در مورد محدودیت آزادی، محدودیتی بود که در جامعه، یعنی در سطح جامعه مطرح هستش، من که محدودیت در مورد خواسته ها و سیاست های یک حکومت، این که شما میفرمایید قیاس به نفس نیست. ببینید شما دارید جمهوری اسلامی رو میگید که این کارا رو میکنه. خب اصل 23-24 ما اصل‌های خوبی هم تو قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به تضادهای زیادی در قانون اساسی هست و مسائل واقعا دون انسانی که در اون هستش، حالا اینا به کنار، بعد اصولی هم داریم که خب رعایت نشده. خب اینا رو باید بگیم دیگه. در حقیقت همون اصل 24 که شما فرمودین، آزادی بیان و فلان، خب درست است، خوبه، هست، اگه اجرا بشه درسته، ولی خب اومده اما اگر گذاشته و این اما اگرها کار میشه گفت خراب کرده. خب خود شما هم اما اگر، آقای ببخشید صحبتتون رو که بذارم، میخوام سریع تر، خود شما هم به اما اگرهای معتقد هستید دیگه که سریع هم فرمون. اما اگر من در، ببینید اما اگر من در مورد مردم هستش نه حکومت. صحبت من این هستش که حکومت نباید بیاد در مقابل آزادی و اینجا بحث ما آزادی بیان هستش، برای این قوانینی بذاره. در حقیقت جامعه انسانی ما خودشون باید یک، یعنی نه که یک چیزی رو مطلق بنویسن یا بگن که اینطوری هستش، یک سری مسائلی هستش بین جوامع که خودمون احساس میکنیم که بس در مورد بعضی مسائل خب درست نیست. این رو اگه بگیم شاید این باشه که استهزا میکنیم یا مسخره میکنیم یا اینکه بر بخوره به کسی یا اینجور مسائل. یعنی مردمان هر جامعه خودشون میتونن این درک رو داشته باشن که یک کار رو بکنن یا نکنن. حالا اگه این کار رو هم کردن، نباید حکومت برخورد بکنه. میدونی چی میگم؟ من میگم که آزادی هست، آزادی ها رو من گفتم مطلق و محدود نه، آزادی باید باشه، منتها این که مردم خودشون میدونن که آزادی رو خودشون رو در چه حدی پیش ببرن، چه صحبتی بکنن یا چه چیزهایی رو بگن. یعنی سطح آگاهی مردم رو در حقیقت ما باید به یک مرحله برسونیم که بتونیم آزادی به قول دوستان مطلق رو در اونجا تعریف شده ما ببینیم. جناب آقای صالحی که فرمودن که جوامع انسانی همه این هستش، اینا ما نمیتونیم. ببینید شما کاملا ایدئالیست دارید صحبت کنید، منم خیلی دوست داشتم که اینطوری باشه. جناب صالحی خیلی دوست دارم جامعه ما، حالا جامعه ایران رو من مثال میزنم، مانند جوامع خیلی، حالا خیلی اعتقاد دارم که مردم ایران لیاقتشون خیلی بیشتر از همه صحبتی که شما فرمودین مردم امریکا یا جاهای دیگه هستش. ولی خب اینجا نمیدونیم که اتمام بکنیم که در جامعه مثل ایران یا اصلا افغانستان رو بذار بسار بزن یا عراق یا هر جای دیگه، یک سری سنت، یک سری فرهنگ هایی هست که خب این رو مردم خودشون برای خودشون ایجاد کردن. حکومت که نیومده بهشون بگی که مثلا فرهنگ شما این هستش، بعد بر اساس اون فرهنگ بیاد به قوانین رو برای محدود کردن یک سری مسائل ایجاد بکنه. پس مردم خودشون باید
به اون سطح از آگاهی برسن که در حقیقت بدونن چی باید گفته بشه، چی نباید گفته بشه. و این که من میگم چیزی باید گفته بشه، نباید گفته بشه، از نظر من شخصی هستش، این قضیه نسبی هستش. من هیچ وقت نمیتونم یک جامعه رو ملزم بکنم، یعنی در حقیقت من اگر در جایگاه یک حکومت باشم، این اجازه رو نباید بخودم بدم که یک جامعه رو ملزم بکنم که یک کاری رو بکنه یا نکنه. اون جامعه باید اون سطحی از آگاهی برسه که بتونه در مورد آزادی بیان و چگونگی وارد شدن به مباحث خودش تصمیم بگیره و وارد قضایا بشه. در حقیقت صحبت من این هستش و با تصدیق میکنم صحبت‌های شما رو که خب آزادی چیزی هستش که باید در تمامی زمینه‌ها، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، این هستش. و آزادی یک چیز محدودیت پذیر نیست. یعنی اگر بگیم آزادی محدود دیگه نشد آزادی، اسمش رو نمیشه گذاشت آزادی. در حقیقت خیلی ممنونم آقای نادری فرد گرامی. برگردیم با آقای روزبه اسماعیلی. آقای اسماعیلی گرامی، اصلا این فایده آزادی بیان چیه؟ اصلا این اصل آزادی بیان چه منفعتی، چه فایده‌ای میتونه برای من جوان، برای اصلا شهروندان یک جامعه داشته باشه؟ چه تأثیراتی تو زندگیشون ممکنه داشته باشه که من جوان ایرانی برم دنبال اصل آزادی بیان؟ آیا این آزادی بیان برای من نون میشه، مسکن میشه، عدالت میشه، آزادی میشه؟ چه امکاناتی ممکنه برای من فراهم بیاره؟ و اساسا با چه انگیزه ای شهروند ایرانی باید بره دنبال آزادی بیان؟ خب من نمیخوام اینجا یه کشتیگیری سیاسی بکنم، ولی اگر اونجوری که آقای سالمی ها میخوان تعریف بکنن، به هیچ درد من نمیخوان، هیچ درد من نمیخوان. چرا؟ ببینید، اگر قرار باشه که من فقط بخوام آزادی داشته باشم که هرچی میخوام بگم یا هرچی که میخوام بیان بکنم، مثلا به این شکل میتونه باشه که من برم با همسایم با رانند تاکسی صحبت بکنم، با همکارم توی کارخونه صحبت بکنم، درد منو دوا میکنه بر عزیزم؟ یا یعنی که من میخوام این بیان رو داشته باشم تا بتونم اون چیزی که میخوام برسم. اگر مثالی که ایشون میارن، میگن که آقا یک کارگر حقوق میخواد، یک کارگر مزایا میخواد، اینو میخواد، آزادی بیان به چه دردش میخوره؟ آزادی بیان این امکانو بهش میده که این نیازشو به جامعه، به کارفرما، به دیگران بگه. و این وقتی که به دیگران گفته بشه بازم فایده نداره، چون هنوز واسهش نون نمیشه تو سفره. باید یه عملی انجام بشه. این جامعه باید یک آقای روی اسماعیلی بذارید اینجا یه تذکری لازم میدونم. این که بعد از آزادی بیان شخص ارسال کننده به هدفش میرسه یا نمیرسه یه مبحث جداگانه. ما فعلا اینو میخوایم مطرح کنیم که فضای بازی آیا اصلا آزادی بیان رو میخوایم چیز کنیم، بررسی کنیم، وگرنه این که با اظهار بیان به شخص میتونه به اون نظرش هم برسه، این یه بحث جداگانه است که ما را از بحث خارج خواهد کرد. نه، من معتقد نیستم علت داره. ببینید، شما میپرسید که آزادی بیان به چه درد میخوره. من میگم اگر فقط به صرف بیان باشه به درد نمیخوره. من آزادی بیان استفاده میکنم تا بخوام به اون مقصودم برسم، و برای رسیدن به اون مقصودم باید که دست ببرم به چی؟ پروسه تصمیم گیری تو این جامعه. باید جامعه رو به این وادارم که اون چیزی که میخوام به این برسه. و اونجاست که از حیطه آزادی بیان به عنوان یک شهروند خارج میشم و جامعه رو مخاطب قرار میدم، تا جامعه از طریق وضع قانون یک تغییراتی رو ایجاد بکنه که من به اون چیزی که میخوام برسم. و الا آزادی بیان، عرض کردم که قائم به ذات اصلا مفهومی نداره. مفهومش گفتم توی یک جمله خلاصه میشه: شما آزادی که منظورتو بیان بکنی. یک مسئله که من آقای همایون نادری فرد عرض بکنم ربطی به موضوع اصلی نداره، ولی هر سبت که شما اگه رفتی نداری خواهش میکنم از مسائلی که بی رفت و مسائلی در رابطه با همین مسئله آزادی بیان، آزادی بیان من دوباره تاکید میکنم به خودی خود
نه دردی رو دوا میکنه نه به درد من میخوره. آزادی بیان یک حقیه که به من داده میشه تا نیازمو، تا ارتباط برقرار بکنم با دنیای خارج، با جامعه، که اونو به یک عملی وادارم. اگر به عنوان یک کارگر حرفی دارم بیام حرفمو بزنم تا بتونم از این طریق بخواستم برسم. و نکته ای که من خیلی خیلی روش تاکید دارم و متاسفانه من میبینم اینجا دوستمون بهش اشاره میکنن، آزادی سیاسی این تعریف داره. شما 50 قلم جنس پشتشه. تشکل، حق تشکل، این حقی که من به عنوان نماینده بخشی از جامعه بتونم حرف این جامعه رو نمایندگی بکنم. و عرض کردم این شاید واقعا مهمه، چون اگر غیر از این باشه اصلا این بحث آزادی بیان موردی نداره. آقای همایون نادری فرمودن که جامعه باید آگاه باشه. چرا باید آگاه باشه؟ جامعه باید آگاهی داشته باشه به اون نیازش. من نون میخوام، من کار میخوام، چرا باید من باید سرشه از حقوق داشته باشم؟ چرا باید من سرشه از سیاست داشته باشم؟ چرا باید آگاهی داشته باشم؟ من یه نفر رو دارم یا یه حزبی رو دارم یا یه کسانی رو دارم که به عنوان نماینده خودم اینا رو قاعد انتخاب میکنم که برن خواسته منو بگیرن. چه لزومی داره که من فرهنگش رو داشته باشم؟ این سواله. چرا من باید بیام این پیشفرض رو برای یک جامعه‌ای که میخوام آزادش بکنم بذارم که آقا شما اول باید فرهنگ دموکراسی داشته باشید؟ اصلا این پوچه. این یک بهانه‌ایه برای اینکه من بگم آقا جون نه، شما کاماس باید بیای جلو. یعنی چی؟ یعنی من الان نمیخوام به تو آزادی بدم. و خلاصه کلام در آخر کلام من میگم که اگر من میام بگم آزادی نیست، نه اینکه من میخوام محدودش بکنم، بلکه جامعه میخواد، نیاز داره که این آزادی ها رو محدود بکنه. آیا یک اکثریت مطلقی این اجازه نداره که برای یک اقلیتی، برای یک شخص خط و حدود تعیین بکنه؟ خیلی ممنون. جامعه آیا صحبت ما سر این نیست؟ آقای اسماعیلی خیلی ممنون، تشکر میکنم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از اظهاراتتون. آقای سالنیا بس یه خورده اینجا فرباسر میشه. ایشون آقای رضوی اسماعیلی میفرماین آزادی بیان گاهیم به ذات مفهومی نداره. و در بخش دیگر از اظهاراتشون فرمودن که آزادی بیان حقیه که به جامعه داده میشه. اساسا این آزادی بیان یک حقیه که باید به جامعه داده بشه، یا اصلا جامعه این حق رو باید بگیره؟ این یه مبحثیه که من دیدگاه شما رو در این مورد خواهم شنید. و اینکه آیا درسته که این تئوری چشون و یا این نظریه چی میفرماین آزادی بیان به قائم به ذات مفهومی نداره؟ خب میشه، من به عنوان یه بیننده میگم خب ممکنه در جوامعی آزادی بیان باشه، ولی لزوماً همین آزادی بیان منجر به رسیدن به اون هدف خاصی که مورد نظر اظهار کننده است نباشه. شما چه جوری تفسیر میکنید؟ آیا ممکنه آزادی بیان قائم به ذات خود به خودی خود در واقع مفهومی نداشته باشه و در جوامعی آزادی بیان باشه اما نتونن به خواسته های خودشون برسن؟ خیلی ممنون. من از بیننده از شکر کننده های دیگه هم میخوام که متمرکز باشن، روی بحثا فرموله تر باشن، به خصوص سوالایی که شما مطرح میکنید. من اول به سوالای شما جواب بدم. آیا آزادی قائم به ذات، یعنی ما میریم دنبال آزادی بیان، بعد یه خورده که رفتیم جلو توش برمیگرده میگه آقا این اصلا ارزش نداره، که مهم اینه که چی بشه؟ نه آقا جان، خود آزادی بیان مهمترین پله برای رسیدن به حقوق دیگه است. من ادعا میکنم که هیچ حکومتی تو دنیا آزادی بیان رو با آدما نداده. از لنینش بگیرین، وقتی حکومت دستش گرفت اول آزادی بیان مخالفش گرفت تا حکومت آمریکا و کشورهای غربی. مقداری که آزادی بیان رو محدود میکنن انسان رو محدود میکنن، کاملا مرتبطه. مقداری که آزادی بیان انسان رو محدود میشود،
با این که اون انسان ها تو سرنوشتشون دخالت میکنن. آیا این حقیه که حکومت میدهد یا مردم میگیرن؟ یه تعادل دیگه، یه تعادل. من از زاویه از پایه‌ای اومدم، از جنبشی دارم دفاع میکنم که معتقد این مردم هن که باید حقوق خودشون رو دونه دونه بگیرن و گرفتن حکومت رو خودی کنن و طی پروسه‌ای اساسا قدرت متمرکز از بین ببرن، اساسا دولت متمرکز از بین ببرن. مردم خودشون میتونن با سازمان غیر سیاسی پخش شده تو جامعه به تاریخ دولت رو تموم کنن. در نتیجه همه چیز از مردم در میاد، تو درک من، و موازنه بین مردم و دولت تاریخ انسانیت داره. دولت ها به عنوان نماینده های طبقات حاکمه استثمار کننده حقوق مردم رو گرفتن و مردم جنگیدن خواستن اینجا اونجا به دست بیارن. ولی نکته بعدی، آیا پس قائم بزاد معنی داره؟ 100% قائم بزاد معنی داره. هر جا که خواستن حقوق مردم بگیرن اول زبونشون رو بستن. لنین رو شما نگاه بکنید ببینید چجوری به حکومت رسید، روز اول و دوم چجوری عمل کرد، سال بعدش چجوری عمل کرد، چجوری نشریات رو بست، چجوری نشریات مخالف رو بست، بعدم رسید 3-4 سال بعد از حکومتش به حمله کردن به شوراهای کارگری و جلوی شوراهای کارگری گرفتن و بهشون گفتن که نوکر سرمایه‌داری هستن و حکومت آمریکا هم که این طرف وایساده. همین کارا رو داره میکنه به شکل دیگه. آزادی بیان میگیرن مردم تو جامعه. این تئوری که مردم میتونن حرف بزنن ولی نتیجه نمیگیرن اصلا وجود خارجی نداره. تو آمریکا مردم چه میتونن حرف بزنن؟ 4 تا مدیا دارن، اینا مال 5 تا کمپانی سرمایه‌داریه. مردم بیچاره تازه توییتر و اینترنت دستشون اومده، از موقعی که دستشون اومده دنیا داره آشوب میشه. این واقعیته. هرگز مردم تو دنیا حق حرف زدن نداشتن، کامیونیکیت با هم دیگه نداشتن. دوران کامیونیکیشن مردم آغاز پایان تاریخیه که ما میشناسیم. ولی من یه نکته دیگه بگم در مورد بحث دوستمون در مورد فرهنگ و بعد اینکه مردم فرهنگ دارن، دولت ها رو بذار کنار، مردم خودشون فرهنگ دارن. فرهنگ ها رو دولت ها ساختن، حکومت ها ساختن. میگین افغانستان، میگین ایران، میگین کشورهای اسلام زده، بریم ببینیم حکومت ها چجوری تو مغز مردم از پایه فرهنگی، از پایه آموزشی شروع کردن، مغز مردم رو خوردن، اسلام زده کردن جامعه رو، نظام فرهنگی رو ساختن. بعد هر موقع که ما میگیم مردم حقشون رو میخوان، میگی آقا مردم فرهنگشون اینه. بریم تو افغانستان ببینیم کی گذاشته تو کله مردم کرده از بچگی به دنیا اومدن قرآن تو گوششون خونده، مسجد سر کوچه رو گذاشته. تو آمریکا چطوره؟ حکومت ها همون طبقه حاکمه هستن که فرهنگو میسازن و شکل میدن. با به بهانه اینکه مردم فرهنگشون پایینه، آزادی مردم رو نگیر. برین حکومت رو بزنین زمین، بزنین مردم حرفشون رو بزنن، ببینین این اسلام چقدر سنگ رو سنگش میمونه یا عقاید ارتجاعی دیگه سنگ رو سنگش. فرهنگ جامعه، فرهنگ طبقه حاکمه. اینو کمونیستا گفتن و عمیقا بحث درستیه. جامعه فرهنگ مستقل نداره. خیلی ممنونم آقای سالینیا. از اتاق فرمان به من اطلاع دادن که ما درست وقتمون تموم سن شده، ولی 5 دقیقه باید حداقل به مهمونمون آقای نادری فرد، من از اتاق فرمان خواهش میکنم این 5 دقیقه و 6 دقیقه هم تحمل کنن تا نوبت به آقای نادری فردم برسه که پایان، در واقع پایان بخش این قسمت از پنل خواهد بود. قطعا روز یک شنبه این پنل به صورت زنده ادامه خواهد یافت. این برنامه ویژه برنامه‌ای بود که به صورت فوق‌العاده الان اومدیم روی ایر. آقای نادری فرد، 6 دقیقه آخر برنامه در اختیار شما، چه کارهایی میشه کرد، از چه مکانیزم هایی میشه استفاده کرد تا همین آزادی بیانی که ما این همه در خیابانهای تهران میگیم آزادی بیان همیشه و همیشه، اینو چجوری ما میتونیم پیاده کنیم در جامعه؟ با چه روش هایی میتونیم؟ ما باید از پایین شروع کنیم یا نه باید دولت شروع کنه آزادی بیان رو به مردم یاد بده، یا مردم خودشون
تلاش کنن. چه جوریه؟ شما چه جوری میبینید مسئله رو؟ سپاس از شما. بحث زیاد هستش در این مورد، منطقه خب در این مدت کوتاهی که در اختیار من هستش من سهه میذارم صحبت های جناب صالحی ها رو. دقیقا ایشون فرمودن که فرهنگ یک جامعه رو دولت ها میزدن، دقیقا برمیگردم به سوالی که شما پرسیدین، این که ببینید آمار این رو نشون داده که مردم ایران یکی از مردمانی هستن که به تلویزیون خیلی نگاه میکنن، یعنی ساعت تماشا به تلویزیون و استفاده از رسانه های صوت تصویری در مردم ایران خیلی زیاد هست. با توجه به این که حکومت ایران هم یک حکومت کاملا دیکتاتوری و یک حکومت تک قطبی هستش، در 33-34 سال گذشته کاملا همونطوری که دوستانمون فرمودن این فرهنگ رو تزریق کرده به مردم ایران و مردم ایران رو در خب من همیشه گفتم خورده نمیگیرم به کسانی که به ما حمله میکنن، به کسانی که به ما میگن که کاری نداشته باشید، بذارید ما دنبال یکی که نونمون باشیم و اینجور مسائل، مثلا خورده نمیگیرم به خاطر همون جو فرهنگ سازی جمهوری اسلامی هستش که از همون پایه ابتدایی که جناب صالحی هم بهش اشاره کردن رو مخ بچه ها بود ایرانی ها کار شده تا همون دانشگاهش که با وسایل امام تمام میشه. در حقیقت این رو باید در نظر بگیریم که بله در درجه اول باید حکومتی که تحت هیچ شرایطی زیر بار مسئله دموکراسی و دموکراتیک نمیده این باید تغییر پیدا بکنه. یک یعنی باید حالا از طریق مدنی اقلابور کرد که فبرها علم مراد نکرد، باید با سازوکارهایی که براندازمون هستش این رو براندازی و سرنگون کرد و یک حکومت دموکراتیک رو آورد و جایگزین کرد و یک مقطعی و یک زمانی رو تعریف کرد برای اصلاح اون بسترهای لازم برای یک جامعه با فرهنگ در حد یک استانداردهای معقول جهانی. اگه این صحبت ها رو دیگه داشته باشیم مطمئنم دیگه بحث آزادی بیان و اینجور مسائل رو ما در ایران آینده و ایران دموکراتیک نخواهیم داشت. چه فضایی مطمئنم بحث آزادی بیان همونطور که دوستان هم اشاره کردن شما بهش تاکید کردید بحثی هستش همیشه یک کنتاکتی هستش بین مردم و دولت و حکومت ها. یعنی بحث این نیست که مثلا مردم بیشتر یعنی حساسیت روی این قضیه نیست که مردم با هم دیگه بحث و جدل داشته باشن، مقطعی هست مسائل ولی بیشترین مسائلی که روی این قضیه هستش همون بحث دموکراسی هستش که باز بر مستقیما برمیگرده به حکومت مرکزی و حکومت کشور و از طرف دیگر همون قضیه آزادی بیان نشانگر همون دموکراسی هست یا نیست یک جامعه به قول معروف فراگیر هستش که متاسفانه در ایران ما تا امروز که دیدیم که نتونستیم متاسفانه با این همه تلاشی که خب دوستان سالهای سال کردن ما هم همونطور که شما فرمودید چند ماهی هستش که متاسفانه مجبور به ترک وطن شدیم به خاطر اینجور مسائل. و این رو هم بگم که در کشور ما ایران شاید یک میدان آزادی بیان هم طبق همون قانون اساسی باشه ولی مهمتر از آزادی بیان آزادی پس از بیان هستش. خیلی ممنونم آقای نادری فرد. حالا این خود آزادی بیان و آزادی پس از بیان یک بحث بسیار مفصلیه که به اعتقاد بسیار از مهمونهایی که شرکت کردن قابل انفکاک و تجزیه از همدیگه نیست. من از اولا در دیگه بحث پایانی وقتمونم پایان یافته از اتاق فرمانم تشکر میکنم که 5 دقیقه وقت اضافه دادم. من از همه شما عزیزان که در این پنل شرکت کردید، از آقای اسماعیلی عزیز، آقای صالحی‌های گرامی و آقای نادری فرد تقاضا میکنم چنان که تصور میکنن که در این پنل حق مطلب حق اصل آزادی بیان نشد، روز یک شنبه وقت بیشتری خواهیم داشت از مهمونهای دیگه ای که حرفی برای گفتن دارن در حوزه اصل آزادی بیان. باز دعوت میکنم که با تماس با شماره تلفنهایی که در زیر صفحه میبینید یا از طریق ایمیل یا فیسبوک تماس بگیرید. و این تریبون باز تاکید میکنم تریبونیه که متعلق به همه آحاد مردم ایرانه، به هیچ عنوان تریبون حزب خاصی نیست. همه شما شهروندان در هر پایگاه و رده اجتماعی که قرار دارید میتونید در این پنل های ویدیویی شرکت کنید و بسیار خوشحال خواهم شد که
در راه اندازی و گردش این پنل ها منو یاری کنیم. آقای اسماعیلی عزیز، آقای سالینیا، آقای نادرفرد، بسیار ممنون و تشکر می کنم که وقتتون رو گذاشتید و در این پنل شرکت کردید. سپاسگزارم. سپاس از شما. بدرود. خواهش.